بر طرز هر قدرت تویی، اول تویی آخر تویی، نور تاریکی های من، عیسای محبوبم تویی. صلیب تو تخت تو شد، تا بران بنشینی پادشاه، تا آشکار سازی عشقت را بر روی کوه جلجتا. پادشاهان جام میگیرند تا سلطان عالم شوند، شاه ما جان خود بداد تا سلطان قلبم شوند، تا سلطان قلبم شوند. شکر و جلال بر نام قدوس عیسی مسیح، شکر برای تک تکتون در نام عیسی مسیح که با عشق با برکت خدا رو جلال میدین و آسمان ها رو باز میکنین. شکر و جلال بر نام قدوس عیسی مسیح، شکر و جلال بر نام یگان قدوس عالم مسیح خداوند. شکر میکنیم که خدای زنده ما با ماست. Jag ska välkomna er, ni är hjärtligt välkomna. Jag vet att det är lite svårt att förstå i och med att vi pratar bara persiska. Vi ska försöka och se om det är någon. Amen, 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 amen. Heliga anden jobbar även genom andra språk och sätter sig i hjärtat. Ni är hjärtligt välkomna. شکر و جلال بر نام قدوس خداوند، شکر و جلال بر نام قدوس خداوند، شکر و جلال بر نام قدوس خداوند. هللویا 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 هللویا. شکر 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 خداوند، شکر خداوند، شکر خداوند، شکر عیسی مسیح، شکر عیسی مسیح، شکر قدوس، شکر قدوس، شکر خداوند، شکر خداوند. خداوند چنین میگه، آمدم تا تاریکی ها رو بردارم و به روشنایی تبدیل کنم، آمدم تا تاریکی ها رو بردارم و به روشنایی تبدیل و مبدل کنم. اومدم تا تاریکی ها رو بردارم. و سوال میکنه، آیا حاضری اجازه میدی تاریکی درونت رو تبدیل به روشنایی کنم؟ آیا میخوای تاریکی درونت به روشنایی تبدیل شه؟ آیا میخوای به روشنایی و لباس عروس من ملبس بشی؟ آیا فکر میکنی وقتش رسیده که تو رو با عشق ملبست کنم، با لباس سفید و پاک از برف تمیزتر، لباسی که به روح من پاکیزه و پاک شده، تو رو ملبست کنم؟ آیا آماده ای؟ و خداوند در ابتدا گفت، از کتاب پیدایش باب 1 یه آیه میخونیم، کتاب پیدایش باب 1، تمام شروع خلقت از اینجا شروع شد و خداوند به ما یاد داده، میگه در همین جا نیز به انتها میرسیم و برای رسیدن به ملکوت قرار در همین نقطه قرار بگیریم. در ابتدا خدا آسمان ها و زمین را آفرید. زمین خالی و بدون شکل بود. همه جا آب بود و تاریکی روی آب ها را پوشانیده بود. روح خداوند بر روی آب ها حرکت میکرد. خدا فرمود روشنایی بشود و روشنایی شد.
خدا از دیدن روشنایی خوشنود شد و روشنایی را از تاریکی جدا کرد و خدا روشنایی را از تاریکی جدا کرد. و امروز در نقطه هستیم که خداوند در کتاب انجیل یوحنا باب 3 آیه 16 به ما اینجوری میگه، میگه پدر آسمانی انقدر انسانها رو دوست داشت که یگانه فرزند خودش رو فرستاد، نه برای اینکه انسان رو داوری کنه بلکه آزاد کنه و نجات بده، آزاد کنه و نجات بده، برکت بده و شالوم خودشو بده، روشنشون بکنه، از تاریکی آزادشون بکنه. امروز در نام پرجلال عیسی مسیح دعای ما اینه، سوال ما اینه و سوال خداوند از ما اینه. آماده هستیم روشن بشیم؟ میخوایم روشن بشیم؟ میدونین امروز قراره خیلی دعا کنیم، قراره تقریبا همش در دعا باشیم، فقط 5 دقیقه شاید 10 دقیقه. فرق روشنایی و تاریکی چیه؟ به دنیا نگاه میکنیم. تاریکی اینجاییه که دنیا به ما معرفی کرده و این زندگی رو که به ما یاد داده، رسیدن به مقطع‌های مختلف اجتماعی، از تحصیلات گرفته، از اقامت ها گرفته، خونه و زندگی و پول و ازدواج و زیاد شدن و بودن و مقاطع. آیا اشتباهه؟ نه، خدا خلقت کرده و قرار ما به همه اینا برسیم. ولی دنیا تاریکی یه چیزی اومده از این تو برداشته، اومده نام خدا رو اگه دقت کرده باشن از این تو برداشته، دیگه معنای خدا از بین رفته و مفهوم شده بهتر زیست کردن، جلو رفتن، همش جسمه، همش معنویات از بین رفته و شده فقط جسم. به همین دلیل در کتاب متی 24 خدا میگه در زمانهای آخر محبت انسانها به یکدیگر کم میشه، چون همه به فکر منافع شخصی و رشدهای اجتماعی خودشونن و در نقطه‌های مختلف میبایست به روی هم لگد بزنن، میبایست همدیگر رو زیر پا بگذارن، پله کنن تا بتونن به مقاطع بلندتر برن. نمیشه در غیر این صورت، نمیشه، همیشه باید یکی قربانی بشه تا یکی دیگه بالاتر بره، نمیشه، وقتی خدا رو برمیداریم نمیشه. و این تاریکی اسمش شده، من متاسفم میگم اینو تکرار میکنم، بارها کردم، اسم این تاریکی دموکراسیه، دموکراسی که ساخت دست بشره و حق و حقوقش مرزهایی داره که انسان تعیین میکنه و در دنیا به نقطه هایی میرسیم از حیات که میبینیم خطهای دموکراسی قرمز میشه و دیگه نمیدونن چیکار کنن. در دنیا ما میبینیم دموکراسی، آزادی بشر و افکار به نقطه‌ای رسیده که امروز میخوان خیلی چیزها رو سانسور کنن، همه اجازه ندارن هر چی دلشون میخواد بگن، یه تعیین کننده‌ای وجود داره واسه اینکه چی درسته و چی اطلاعات غلطه، کدوم اطلاعات درسته کدوم غلطه. پس به عبارتی آزادی هی داره محدودتر میشه، تا چه حد پناهنده ها میتونن بیان، تا چه حد میتونیم سیاه نگرشون داریم و تو گروزون نگرشون داریم، جایی که نه هستن نه نیستن، فقط زنده رو نفس میکشن، هیچ اشکالی نداره، چون دموکراسی گفته فعلا ولشون کنیم. دموکراسی باعث شده مرزها رو شکوندن، فقر رو وارد خیلی کشورها میکنن، ثروتهاشون رو میارن برای اینکه در آزادی خودشون بهتر زندگی کنن. دموکراسی باعث شده اندیشه های خودشون رو جایگزین اندیشه های دیگران بکنن و همیشه هر دولتی با حدود و مفاهیم دموکراسی خودش قانون و زیستن رو برای انسان به شکل‌های مختلف ترسیم میکنه و همه رو به اون سمت هل میده. و این دموکراسی همون تاریکی رو با خودش آورده. آیا دموکراسی اشتباهه؟ ابدا.
چون دموکراسی رو خدا اول به انسان داد، اسمش اختیار آزاده، اسمش حرف زدنه، اسمش انتخاب کردن در کجا زیست کردن، چه جوری زیست کردن، چه نوع خونه ای داشتن، چه نوع ماشینی داشتن، چه جوری رفت آمد کردن، خدا داده، هیچ ایرادی نداره. پس خود دموکراسی ایرادی نداره وقتی بر حسب قوانین خدا باشه، ولی وقتی خدا رو از توش در میاری مشکل اونجا شروع میشه. بی عدالتی ها به انسان اونجا شروع میشه و محبت ها دور میشه، و چون محبتی وجود نداره و اونجاست که آدم ها از هم دور میشن، انسان ها از هم دور میشن، نزدیک هم دیگه نیستن. چی امروز انسان ها رو به هم نزدیک میکنه؟ موقعیت های اجتماعی، مدارک تحصیلی. ما به یک نفر که درس خونده میگیم آقا یا خانم مهندس، آقا یا خانم دکتر. وقتی یه نفر تحصیلاتش ناقص بشه میگیم تو بیا اینجا باید کار دارم، میشه تو. حالا در بهترین شرایط شما. انسانیت، خدا رو برداشتن، انسانیتن محبتش داره میره، قلب هامون برای هم دیگه اون قلب نیست، توانایی های منه که من رو بلند میکنه، قلب من نیست. این تاریکی داره دنیا رو میگیره و این تاریکی فرم نداره. آیه رو الان خوندیم و میگه این تاریکی فرم نداره، چون فرمش رو تک تک ماها، تک تک جامعه ها، تک تک دولت ها تعیین میکنن این فرم چجوری باید باشه. به همین دلیله که در بهترین نقطه هم که میرسی چون فرم نداره خالیه. بالاترین آمار خودکشی رو در سراسر جهان بین سنین 11 تا سن 25 سالگی الان در اروپا و ایران و در تمام جهان داریم. من یکی از شغلام اینه که به بیمارستان‌ها سر بزنم. حتی الان شما به ساختمان شماره 515 در سالگرنسکو اگه برین سر بزنین، تمام کسایی که اونجا بستری هم به دلیل خودکشی یا دپرخون همشون بین سن 11 مکس 25. یه بار، دو بار، سه بار، 50 بار خودکشی کرده، نجاتش دادن، خوابیدن. یوتوبری ساختمون شماره 5 توی استراخوکوست ایران، اروپا، هر جا برین نگاه کنی. چرا؟ چون این تاریکی که فرم نداره امید رو از توی مردم در آورده، امیدی دیگه برای آینده وجود نداره. و وقتی امیدی وجود نداره، امید جایگزین میشه با سیستم‌های اجتماعی، با داشته‌های ما و بلد بودن‌های ما، محبت از توی ما کنده میشه و چون محبتی وجود نداره ما از هم دور میشیم و جسم و دنیاست که ما رو در کنار هم قرار میده. ابزاری شدیم، شدیم ابزار، دیگه انسان نیستیم، ابزاریم، تقریبا داریم شبیه ماشین میشیم. دیگه دستگاه ماساژ درست کردن، دیگه یه دستگاه میاد ماساژت میده، حتی دیگه اون شغلم از بین رفته. یه زمانی ضبطتون خراب میشد میبردین یه مغازه فقط ضبط رو تعمیر میکرد، یادتونه؟ رادیو رو تعمیر میکرد، 5 نفر توش کار میکردن، با هم شراکت میکردن، برکت میومد. امروز برکت نیست. امروز موبیل ماهی دو بار عوض میکنن، تلویزیون سالی 5 بار عوض میکنن، داره میشه 2000 اینچ. یواش یواش دیگه باید دیواره ها و سقف ها رو خراب کنن که فقط تلویزیون جا بشه. تلویزیون رو نگاه میکنه غول داره توش راه میره دیگه، اصلا از خودش گنده تره. برای چی؟ چون سینما رو دارن برمیدارن آوردن توی خونه. سینما یه جایی بود که مردم با هم میشستن، با هم لذت میبردن، با هم یه فیلم رو میدیدن، 500 نفر. امروز کسی سینما نمیره، همه یه دونه سینما تو خونه شون دارن، میشینن نگاه میکنن تنهایی. انسان ها دارن از هم جدا میشن، تاریکی که فرم نداره. امروز دعا میکنیم، به خدا میگیم خداوندا من انتظار دارم تو معجزه کن این کار برای من انجام شه. تا یه ذره طول بکشه ایمانامون سست میشه. یه شهادت کوچولو سوال پسر من داد الان، گفت من یه جایی همسرم بهم گفت بیدار شو، بیدار شو. امروز یادمون رفته
چون در خدا ساکن شاید نیستن انسان ها. امروز میخواییم به اولین آیه کلام خداوند دقت کنیم. من بعضی موقع عصبانی میشم، به من میگن چرا عصبانی میشی؟ میگم من به عنوان یک پدر، پدر روحانی، چطور میتونم عصبانی نشم وقتی با چشمام دارم میبینم بچه من رو دنیا تاریکی داره میبله؟ من چطوری عصبانی نشم؟ کمک نمی کنه، ولی مگه میشه بی تفاوت باشم؟ چجوری داره میبلعتش؟ تاریکی داره مردم رو زامبی میکنه، مردم فقط زندن، فقط راه میرن، فقط راه میرن، همدیگر رو یادمون رفته، فکر شده مادیات که جسم هم مادیات یه بخشی از جسمه، ممونا. آیه ای رو دختر من سحر فکر کنم امروز خوند اول، در مورد اعضای بدن، پسترین نقطه های بدن رو بهترین نقطه ها چی کار میکنن؟ میپوشونن. شالا دقت کردین زیباترین شما اگه پوستتون رو بکنین جلو آینه به خودتون نگاه کنین چقدر وحشتناک میشین؟ هممون خیلی وحشتناک میشین، یعنی خودمون تو آینه میترسیم از اون چیزی که میبینیم. و اونجاست که بی اهمیت ترین قطعات رو بدن ما رو خدا طور خلق کرده که همدیگر رو میپوشونه و به یه زیبایی مبدل میکنه. این رو ما باید شروع کنیم یاد گرفتن، این رو ما باید شروع بکنیم زندگی کردن. و اونجاست که میگه همه جا تاریکی بود و تاریکی ها فرم نداشت. هر جا میری یه چیزی بهت میگن، یکی میگه دموکراسی یعنی این، آزادی یعنی این، به من رأی بده، رأی من اینه، من اینجوری برات میکنم، من اونجوری برات میکنم، بهش رأی میدی، 4 سال میاد، بعد 4 سال چی شد؟ موقع رأی گیری همشون همه جای دنیا در سراسر این کره زمین از ایران گرفته تا آمریکا گرفته تا اروپا تو همه شهرها دارن میرن، هیچ کم نه کروات میزنه نه لباس شیک میپوشه، لباسای اجتماعی میپوشن، میرن وسط مردم سوسیس میخورن، بیسکویت میخورن، مردم هم دست میزنن، جیغ میزنن که دیدنش، سلفی میگیرن، عکس میگیرن، میذارن عکس ها رو، میگن ما با فلانی عکس داریم. همچین که انتخاب شد رفت. اگه تو تونستی نزدیک اون شخص بشی، به سایت شاید نزدیک بشی، ولی به اون شخص دیگه نمیتونی نزدیک شی، دیگه نمیبینیش، کجاست؟ همش در سفرهای اینور و اونوره، فرمی نداره. بازم تکرار میکنیم، میدونین 4 سال بعدش هم باز همون کارو تکرار میکنیم، باز تکرار میکنیم، چون تاریکی فرمی نداره و چون فرم نداره و مردم رو در تاریکی نگه داشتن، هر چی بهت بگن و قشنگتر باشه اون فرم رو میگیری، بدون اینکه بفهمی به کجا داری میبرتت، بدون اینکه حتی توجه کنی چه به روزت داره میاره، چون نمیتونی بفهمی، توی تاریکی نمیشه فهمید. و خدا گفت دید انسان داره در تاریکی مدفون میشه و خدا گفت روشنایی بشود. و امروز ما میخواییم بریم در مورد روشنایی صحبت کنیم و خدا گفت روشنایی بشود. امروز دور هم جمع شدیم اعلام بکنیم در زندگی ما روشنایی بشود در نام عیسی مسیح، در زندگی تک تکمون روشنایی بشود. ای عیسی مسیح اعلام میکنیم به نام تو روشنایی بیاد و روشنایی بشه. مهم نیست، ای خداوند تو به ما گفتی، اول دعا بکنید و روح من رو دریافت کنید، تولد رو دریافت کنید، با من یک بشید، بعد هر چی که در جسم احتیاج دارید خودش به سراغ شما میاد. امروز اعلام میکنیم و دعا میکنیم روشنایی تو در درون تک تک ما بشه، در کل بدن فیلادلفیا ایلام کرده بشه به نام عیسی مسیح. امروز دعا میکنیم ای خداوند روشنایی تو بیاد، چون ایمان دارم تمام نیازهای جسم من خودش به سمت من میاد، حتی
احتیاج نیست تقاضا بدم، حتی احتیاج نیست زحمت بکشم، روشنایی تو کرده بشه عیسی مسیح، روشنایی تو کرده بشه. چون پدر ما وقتی روشنایی شد خوشنود شد، گفت من خوشحالم. پس تو ای پدر برای خوشحالی خودت روشنایی رو در بدن فیلادلفیا انجام بده، حتی اگر به خاطر ما نیست کلام خودت رو به یاد بیار، روشنایی بشود در نام عیسی مسیح، تو زندگی تو روشنایی بشه، تو بچه های تو روشنایی بشه، در نطفه تو روشنایی بشه، در وجودت روشنایی بشه، در درونت امید دوباره زنده بشه، در درونت حیات خداوند روشن بشه به نام پرجلال عیسی مسیح. روشنایی خداوند بر درونت، از درونت در جلالش بر تو، در تو، وجود تو روشن بشه به نام عیسی مسیح. ما فرزندان امید هستیم، ما فرزندان تاریکی نیستیم، ما فرزندان نور هستیم، ما فرزندان حیات هستیم. مهم نیست در کدوم نقطه قرار داری، مهم نیست در چه دردی قرار داری، مهم نیست در چه سختی هستی، ما فرزندان نوریم و پیروزیم، ما محکوم به پیروزی هستیم، ما محکومین پیروزی هستیم، ما محکومین عدالت پیروزی هستیم. عدالت خدا پیروزی برای فرزنداشه، عدالت خدا بخشیدنه. خداوند به ما یاد داد، میگه ببخش تا بخشیده شوی، و هر کی ببخشه بخشیده میشه، هر کی فروتن شه بزرگش میکنم، و هر کی خودشو بزرگ کنه من پستش میکنم. امروز زمانش رسیده اعلام بکنیم ما به قدرت خودمون نمیخوایم بالا بریم، بلکه فروتن میشیم تا تو ما رو برکت بدی و روشن کنی. خداوند به ما یاد داد خودت رو به بالای سفره دعوت نکن، تا دعوت نشونی بالای سفره نشین. ای عیسی مسیح، سر سفره ملکوت تو دعوتمون کن، فرقی نمیکنه کجاش بشینیم، ملکوت تو برکته، بالا و پایین نداره، فرق نمیکنه کدوم اتاق رو پدر تعیین کرده، ملکوت تو ملکوت توه، روشنایی کامله، بدون هیچ ناامیدی، بدون هیچ دردی، بدون هیچ سختی. ما برکت تو رو میخوایم خداوند. امروز دعا میکنیم و اعلام میکنیم به نام عیسی مسیح، بس ننه من قریبن. امروز قرار اعلام کنیم، من روشنایی رو در زندگی خودم اعلام میکنم. اعلام کن، من روشنایی رو در زندگی خودم اعلام میکنم. مهم نیست در چه نقطه هستی، اعلام کن، من روشنایی مسیح رو در زندگی خودم اعلام میکنم. من باور دارم روشنایی مسیح جان من رو قراره پر از امید بکنه، پر از حیات بکنه. دوباره باغچه من قراره پر از گل باشه، گلهای زیبا و پر از بوهای خوشبو، درختانی پر از میوه و میوه‌های متفاوت. امروز امید رو اعلام میکنم توی زندگیم. اعلام کن، نبوت کن و اعلام کن. خداوند میگه نبوت کنیم و اعلام کنیم. امروز نبوت میکنم، اعلام میکنم امید رو تو زندگیم. اگر عزیزت رو احتیاج داری، اگر مشکلی داری، فرقی نمیکنه، تاریکی و از روی تاریکی نرو دنبال دریافت جواب. امروز اعلام کن من فرزند نور هستم و به نور مسیح عیسی آزادی و رسیدن به برکت ملکوت رو میطلبم و به جسمم، به جانم و به روحم اعلام میکنم. محکوم به پیروزی هستم، 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 محکوم به پیروزی هستم. هللویا، هللویا، خداوند ما محکومین پیروزی هستیم. هللویا، 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 خداوندم، هللویا، خداوندم، هللویا، خداوندم، هللویا، خداوندم. شکر میکنیم و جلال میدیم نام قدوس تو رو، چون فرزندان نور هستیم. تو به ما گفتی، جایی که در ابتدا گفتی روشنایی بشود و روشنایی شد، و تو به ما یاد داری بعدن، تو شماها دیگه فرزندان تاریکی نیستین، بلکه شما فرزندان نور هستین. اعلام میکنیم فرزندان نوریم، اعلام میکنیم فرزندان نور هستیم، اعلام میکنیم فرزندان نور هستیم. تاریکی دور شو و گم شو از زندگی ما،
به نام عیسی مسیح فرزندان نور هستیم. ما دیگه به گذشته خودمون بر نمیگردیم، بلکه در نور ساکن هستیم و در نور زندگی میکنیم، در نور امید رو دنبال میکنیم، در نور آینده رو میبینیم، در نور حقیقت و آزادی رو پیدا میکنیم، در نور واقعیت رو میپذیریم و در نور ساکن خواهیم شد. ما ساکنین شهر نور هستیم، ما ساکنین اورشلیم تازه هستیم، ما ساکنین اورشلیمی هستیم که از آسمان قراره بر زمین بنشینه و سلطنت مسیح خداوند در تمام کره خاکی قرار جاری بشه. ما ساکنین نور هستیم و قراره ببینیم تاریکی چجوری از زمین محو میشه. به زودی این نسل، مردم این نسل قرار روشنایی رو ببینن، مردم این نسل قرار ببینن چطوری تاریکی از بین میره. ایران آزاد میشه، افغانستان آزاد میشه، مردم آزاد میشه، مردم این نسل، مردم این نسل قراره ببینیم، ما قراره ببینیم. این وعده عیسی مسیحه، میگه وقتی اسرائیل آزاد میشه یک کشور میشه، وقتی اورشلیم آزاد میشه مردم این نسل قراره ببینن بازگشت من رو. این وعده عیسی مسیحه. پس وعده تو بر تمامی ما کردشه عیسی مسیح، ببینیم آزادی رو، ببینیم آزادی رو در نور، ببینیم برکت رو در نور، ببینیم حیات رو در نور. به نام پرجلال عیسی مسیح، آزادی تو در زمین کردشه. ما فرزندان نور هستیم و از تاریکی هیچی نمیخوایم و تاریکی هیچ قوتی بر زندگی ما نداشته، نداره و نخواهد داشت. ما تاریکی رو پرت شده و دور شده اعلام میکنیم از زندگیمون، ما تاریکی رو بی قوت اعلام میکنیم در زندگیمون. ای تاریکی دور شو، بر زندگی من قدرت نداری. نگران این هستی که جادو و جنبل کردن، جادو و جنبل تو تاریکی قدرت داره. فرزندان نور فقط کافی اعلام کنن تاریکی دور شو. همین احتیاج نیست کاری کنی. جادوگران میرن مرغ میکسر میبرن، پای حیوانات رو میریزن، خون به بوتا میدن، حتی بچه هاشون رو میکشن، هزار کار میکنن. میدونی چرا جادوگری قدرت بر تو داره؟ چون تو ساکنه دنیای تاریک هستی. امروز میشکنیم این سکونت رو، امروز تاریکی رو میشکنیم در نام عیسی مسیح. ما ساکنین نور خداوند هستیم، ما ساکنین ملکوت خداوند هستیم، ما فرزندان نور هستیم. تاریکی هیچ کار نمیتونه بکنه. روشنایی هر جایی که میاد تاریکی محو میشه. به شبا نگاه کنیم، توی زندگی اجتماعیمون رو نگاه کنیم، شبا خیلی تاریکه ولی کارگرها کار میکنن. چطوری؟ نور افکن روشن میکنن، لامپ روشن میکنن و سختترین کارهایی رو که چشم در روزم به سختی میبینه انقدر نورانی میکنن، میبینن و کار پیش میره، جلو میره. تاریکی رو میشه بهش غلبه شد، غلبه کرد، ولی با نور. به تاریکی با نور میشه غلبه کرد. و دنیا به ما یاد داده، ادیسون یا هر کسی نور رو، لامپ رو درست کرد، روشن کرد و شبای انسان‌ها به روشنایی مبدل شد. خدا اجازه داد این اتفاقات بیفته تا ما یاد بگیریم نور بر تاریکی چیره میکنه و تاریکی محو میشه. نور بر زندگی تو بتابه و تاریکی از زندگی تو محو بشه در نام عیسی مسیح. تاریکی از کل زندگی تو محو بشه در نام عیسی مسیح. به دنبال چی میگردی؟ لعنت اومده سراغت، لعنت های نسلی داری، مشکلایی داری، سختی هایی توی زندگی داری، چون در تاریکی بخشی از زندگی، بخشی از افکارت و جسمت ساکنه. همچنین اینا همه قوت داره. شکوندن لعنت های نسلی یکی از راهاش اینه که وارد نور بشی، نوری که خدا فرمود روشنایی بشود. پس در نور ساکن شو و در نور به تاریکی بگو محو شو در نام عیسی مسیح، محو شو در نام عیسی مسیح. اعلام کن. همه اینا یه باور میخواد، همه اینا یه باور میخواد. به نام پرجلال عیسی مسیح یه باور میخواد، در مسیح خداوند یه باور میخواد. با این باور قادریم غیر ممکنها رو انجام بدیم، با این باور قرار قادریم کوها رو بریزیم، با این باور قرار غیر ممکنها رو به انجام برسونیم. باور یکی از چیزهایی که توی زندگی باش روبرو بودم اینه، خیلی آسونه یه دوست پیدا کردن، خیلی آسونه یه دوست پیدا کردن، خیلی آسونه ازدواج کردن، خیلی آسونه بچه دار شدن.
مسئله اصلی نگه داشتنه. مسئله مهم نگه داشتنه. چجوری نگهش داریم؟ چجوری نگهش داریم؟ دو راه وجود داره. یا با خواسته های آدم ها کنار بیاییم و همش از خودمون بگذاریم تا بتونیم باهاشون باشیم، به عبارتی همرنگشون بشیم، یا اینکه انقدر محبت ما غنی باشه و حقیقی باشه و نورانی باشه که محبت ما هرچند زمانی هم ازت دور بشن، این محبت انقدر غنیه که وقتی میاد از بغلت میگذره بهش پرتو محبت تو مثل نور میخوره، به سمتت مثل آهنربا جذب میشه. این انتخاب با ماست. ایمان آوردن بسیار ساده است. یادتون میاد زمانی رو که ایمان آوردی؟ خیلی ساده ایمان میاریم. چجوری ایمان رو نگه داشتن؟ چجوری در ایمان ساکن شدن و چجوری با خدا راه رفتن؟ چجوری با خدا راه رفتن؟ چجوری با خدا راه بریم؟ خوش اومدی دختر گلم. چجوری با خدا راه بریم؟ به من اصلا ربط نداره مسیحی‌ها و ایماندارای دیگه چجوری هستن چجوری نیستن، به تو هم ربطی نداره، چون عیسی مسیح میگه ارباب هر کسی که به من ایمان آورده منم، تو دخالت کار اونا نکن. ما چجوری قراره در ایمان با خدا راه بریم؟ چجوری میخوایم به خدا راه بریم؟ من یه سوال خیلی ساده میخوام خودت از خودت بکنیم. چجوری میشه با خدا راه رفت؟ چجوری میشه با خدا راه رفت؟ خدا کجاست؟ در تاریکیه یا در روشناییه؟ خدا در روشناییه. خدا در روشناییه. عیسی مسیح روشناییه. عیسی مسیح نور جهانه. عیسی مسیح آب حیاته. عیسی مسیح حیات ابدیه. عیسی مسیح اول و آخره. چجوری میشه با عیسی مسیح راه رفت؟ خیلی ها عیسی مسیح رو خدمت میکنن. خدمت کردن و راه رفتن با عیسی مسیح دو چیز مختلفه. خادم میتونه خدمتش به انتها برسه، ممکنه 90 سال خدمت کنه بالاخره به انتها میرسه. کسی که با عیسی مسیح راه میره خدمتش هرگز به انتها نمیرسه، چون عیسی مسیح نوره. در نور خدا میگه، عیسی مسیح میگه چی؟ پدر من هرگز دست از کار نکشیده، همیشه در حال کاره، همیشه. و کسایی که در نور ساکنن با عیسی مسیح میتونن همیشه راه برن و مثل او همیشه در کار باشن. معجزه میخوایم؟ من میخوام. یه زمانی اگر من اون مسیحی رو خدا بهم از اول داد ولی محدودم کرد تا موقعی که برسم، مثل یه میوه رسیده و بعد در درون من منفجر شد، من میدونم. چون اگر اون زمان این اتفاق در درون من میافتاد، من امروز خودم رو یه پاپ کرده بودم و با فخر راه میرفتم و پشتش شیشه های ضد گلوله قرار بود خودم رو جا بدم. منظورم پاپ نیست، خودم رو دم بدم. من ابدا هیچ اجازه‌ای به خودم ندارم که در مورد هیچ خادمی صحبت بکنم، ولی مثال شاید اشتباهی بود. افرادی که پشت شیشه های ضد گلوله، منم خودم رو به اونجا رسونده بودم چون در جسم رشد میکردم، ولی خدا اجازه داد تا مفهوم روشنایی رو بفهمم. وقتی آدم در روشنایی ساکنه، یادتون میاد عیسی مسیح چجوری زندگی میکرد؟ ردایی در تن داشت،
عیسی مسیح ردایی در تن داشت، به شاگرداش گفت دنبال من بیایید، هرچه دارید و چیکار کنین. من یه سوال دارم، ما هرچی داریم و رها میکنیم دنبال مسیح میریم؟ 90 تا از 100 تا نه، 10 تا شاید. داریم بهتر میشیم، داریم بهتر میشیم، ولی میخوام جسمانی هم صحبت کنم، یه حقیقته، 90 تا نه. میگه هرچی دارید و رها کنید با من بیاید. چرا ما هنوز به اون نقطه نرسیدیم؟ چون هنوز زمانش برای ما هم فرا نرسیده. پس میخوام اینم بهتون بگم، فکر نکنین اگه ما این کارا رو فردا بکنیم، ردا بپوشیم بیافتیم تو خیابونا میتونیم خیر. نه نه، هنوز به اون تولد، هنوز به اون نقطه تغییر پیدا کردن نرسیدیم. نمیشه. پس باید صبر کنیم. و اونجاست که خدا داره به ما یاد میده. میگه بیاین با من زندگی کنین، در نور ساکن شین. فوکوس ما امروز چیه؟ ساختن آینده بچه‌ها، نه؟ مگه نه؟ هممون، هممون، بچه های خودمون، اجتماعمون، محلمون، مردممون، آزادی وطنمون، به هر شکلی فوکوس ما اینه. ولی مسئله اینجاست، اگر من یک کانسر داشته باشم، میشه کانسر رو از رو برداشت یا باید بدن باز بشه تا کانسر رو بیرون بیارن؟ مغز باز بشه تا کانسر رو بیرون بیارن، مگه نه؟ فوکوس ما برای به سلامتی رسیدن و ساختن آینده ما از بیرونه. فرق اینجاست. نمیدونم میتونم بیان کنم اینو قابل درک یا نه. ما از بیرون داریم سعی میکنیم، از درون تاریکی داریم سعی میکنیم آینده رو تضمین کنیم برای خودمون و آیندگانمون. برای همون اون قده سرطان تاریکی و نگرش های اجتماعی و انسانی ما باعث شده ما در اون مسیر همش در حال حرکت هستیم. ما در مسیر روح و در مسیر نور زندگی نمی کنیم و زیست نمی کنیم. و خدا دعوتش امروز اینه روشنایی بشود تا بتونی با روشنایی نگاه کنی. وقتی با روشنایی یک دل همه ما با هم بتونیم نگاه کنیم، جادو جنبل دیگه بر ما قدرت نداره، جادوگری دیگه بر ما قدرت نداره، تاریکی دیگه بر ما قدرت نداره، افکار پلید دیگه بر ما قدرت نداره، هیچ لعنت نسلی دیگه بر ما قدرت نداره. قدرت لعنت‌های نسلی توی زندگیمون پودر میشه. چون وقتی روشن میشه تاریکی چی میشه؟ امتحان کنین توی خونتون، برین توی یه اتاق که پنجره نداره در ببندین، چراغ رو خاموش کنین، تاریکی مطلقه. روشنش که میکنین تاریکی چی میشه؟ غیب میشه. ما تو اون مسیریم، ما تو اون جاده‌ایم که تاریکی‌های درونمون با روشنایی خداوند در آن واحد غیب شه و کاملا نیست شه توی زندگی شخصیت. اون موقع میبینی روشنایی که میاد. اگر مشکلت گرفتن اقامت و داشتن اقامت و مسائل مالی و خونه و کار و زندگی و نمیدونم تمام این چیزهای جزئیات جسم که نیازم داریم، یه دفعه میبینی نگرانی های همش چی میشه؟ جاش چی میاد؟ یه امید میاد، یه قوت میاد. تا حالا قوت و امید روح القدس رو لمس کردی؟ وقتی که قوت روح القدس میاد برات میشینه، درونت ساکن میشه، اصلا تو یه آدم دیگه میشی، اصلا دیگه برات مهم نیست چی؟ مهم نیست. رقص داوود با روح القدس بود که اون ریختی شد. و داوود کسی شد که لیستش نامش رفت تو لیست کیا؟ کسی که عیسی مسیح ازش میاد. مریم مبارک، خودتو در نظر بگیر. مریم مبارک، فرشته میاد بهش نمیگه قرار پول دارشی، بهش نمیگه قرار شوهر کنی خوشبخت بشی، بهش نمیگه تو قراره رأس همه زنا بشی، بهش نمیگه تو قراره موزه کنی 5 میلیون وایستن به تو گوش کنن برای دست بزنن. میگه تو قراره آبستن بشی، پسری بذاری و اسم او را ایمانوئل بگذار، عیسی مسیح.
قراره دنبالت کنن، بخوام بکشنت، سنگسارت کنن. چه اتفاقی میفته برای مریم مبارک؟ مریم مبارک وقتی همه اینا رو میفهمه به فرشته چی میگه؟ یادتون میاد؟ مریم چی میگه؟ لبیک لبیک لبیک، آمین. یک آن نور خداوند در درونش اومد، هیچ مشکلی دیگه مشکل نبود. اون نافرمی های تاریکی دنیاوی، افکار دنیاوی دیگه براش مهم نبود. کسی که ساکن شهر نوره مشکلات رو نمیبینه، بلکه نور و قوت رو میبینه. از نقطه اقتدار قدرت اعلام میکنه روشنایی شو. هر جا قدم میذاری روشنایی میشه، هر جا قدم میذاری محبت تو مثل یک نور، مثل یک حرارت از تو متشعشع میشه. هر کسی که دورته حالش خوب میشه، ناخودآگاه نزدیکت میشن، میخوان دست بهت بزنن، میخوان با حرف بزنن، در آغوشت بکشن، سلام بهت بکنن. ناخودآگاه فرزندان ساکنین نور، این قدرت نور درشون ساکن میشه. و امروز ما قراره اعلام بکنیم، ما امروز اعلام میکنیم، نبوت میکنیم، اعلام میکنیم و نبوت میکنیم. خیلی درس ساده ایه، همه تون بلدین، ولی زندگی کردن درش مهمه. زندگی کردن در نور، نه اینکه فقط نور رو شناختن، درش زندگی کردن، با عیسی مسیح راه رفتن، نه عیسی مسیح رو فقط شناختن. ما میدونیم اون به خاطر گناهای ما روی صلیب جان خودش رو داد، ولی آیا حاضریم صلیب خودمون رو برداریم به دنبال او بریم؟ این فرقش با ایمان داشتنه، زندگی کردن در مسیح، نه اینکه فقط ایمان آوردن. آیا ایمان آوردن و نجات پیدا کردن خاره؟ ابدا. من کی باشم؟ خداوند عیسی مسیح به این وسیله نجات رو برای همه آورد، ولی بعضیا خوانده شدن، بعضیا برگزیده شدن، و خوانده شدگان بسیارن، برگزیدگان اندک. هر کس باید ببینه در کدوم نقطه قرار داره. ما در نور ساکن هستیم، برگزیده شدیم که فرزندان نور باشیم، و خداوند میگه نور و نمک جهان قراره بشین. اگر در مشکلی، به خاطر اینکه بفهمی تاریکی و فرم تاریکی داره تو رو تحت فشار میذاره، فقط باید پامون رو برداریم بذاریم توی روشنایی، همه چی درست میشه، همه چی درست میشه. همه یه درد ها میره، همه یه مریضی ها میره، همه نگرانی ها میره، همه فکر ها میره، همه نیاز ها میره. عیسی مسیح گفته، باور کن، عیسی مسیح گفته هر کسی به من ایمان بیاره، هر کسی با من زندگی بکنه، هر کسی ملکوت خدا رو اول پیدا کنه، هر چی که در جسم احتیاج داره خودش میاد. امروز اعلام میکنیم ما فرزندان نور هستیم. امروز نبوت میکنیم، اعلام میکنیم ما فرزندان نور هستیم و ساکنین شهر نور. ما اعلام میکنیم فرزندان نور هستیم و قراره شالوم کامل تو رو دریافت کنیم ای خداوند. ما اعلام میکنیم پیروزیم. ما اعلام میکنیم تاریکی به همه یک شکلاش، از جادوگری و غیره و غیره گرفته، فرقی نمیکنه، بر ما قدرت نداره، چون ما از امروز میخوایم انتخاب بکنیم پامون رو در نور قرار بدیم و در نور ساکن بشیم. تاریکی بسته، بی فرمی دیگه بسته، زندگی های دنیاوی تمامش دیگه بسته. ما میخوایم در نور ساکن شیم، مانند شاگردان تو. تو برگزیدی ای خداوند ما رو، ما تو رو انتخاب نکردیم، این تویی که ما رو انتخاب کردی، این تویی که گفتی تخت سلطنت خودت رو در ایلام میگذاری و پادشاهی میکنی، و پادشاهی تو قراره پر از عشق، پر از محبت، پر از نور باشه، و تو قرار قوم ما رو دوباره به هم وصل بکنی و ایران بشه یک بدن، و تو بشی سر ایران و سلطنت کنی بر ایران در نام عیسی مسیح. خداوند کلام خودت رو دوباره تکرار میکنم که به یاد بیاری، نه اینکه از یادت رفته، ولی تو گفتی بگید و تکرار کنید. پادشاهی تو بر ایران کرده بشه خداوند، پادشاهی تو بر ایران کرده شه، پادشاهی تو بر کلیسای فیلادلفیا ایران کرده بشه خداوند،
پادشاهی کامل تو. ما بدن تو هستیم و تو سرمایه خداوند. نور کامل تو بدرخشه خداوند. نور کامل تو بدرخشه بر زندگی ما خداوند. امروز انتخاب میکنم پامو از تاریکی زندگی جسمانیم بردارم. امروز انتخاب میخوام بکنم در نور تو ساکن بشم. امروز میخوام انتخاب بکنم پیروز بیام بیرون از زندگیم. به نام عیسی مسیح امروز میخوام اعلام بکنم ای خداوندم، تو جان خودت رو، جسم خودت رو قربانی کردی روی صلیب، نه برای اینکه ما همچنین در دردهای جسمانی خودمون بیهوده داد بزنیم و ناله بکنیم. امروز میخوایم به خون عیسی مسیح، به شیطان بگیم، به تاریکی بگیم، به رئیس تاریکی بگیم نورانی بشود. دهن تو رو میبندیم ای شیطان، به صلیب و خون عیسی مسیح نور خداوند کرده شود، نور خداوند کرده شود، روشنایی خداوند کرده بشود، نور خداوند بتابه و روشنایی خداوند کرده بشه، روشنایی بشه در نام عیسی مسیح بر تمام زندگی تک تکتون، روشنایی بشه برای تمام مشکلاتتون، هر دردی که هست و هر مشکلی که هست، هر بیماری که هست، روشنایی خداوند کرده بشه به نام عیسی مسیح، به نام پرجلال عیسی مسیح، روشنایی خداوند توی زندگی‌های همتون کرده بشه به نام پرجلال عیسی مسیح. پات از تاریکی در بیار. اگر تو مشکل هستی فکر کنی لعنته، در لعنت نمیتونی لعنتو بشکنی، باید بری تو روشنایی تا لعنت ها خودشون محو میشه، چون خدا گفت وقتی روشنایی بشود تاریکی محو میشه. روشنایی بشود در زندگی تو، 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 روشنایی خداوند بشود در زندگی تو، روشنایی خداوند بشه در زندگی تو، روشنایی خداوند بشه در زندگی تو. به هم دیگه اعلام کنیم، به خودت اعلام کن، به بغل دستیت اعلام کن، به پشت سرت اعلام کن، روشنایی الهیم توی زندگیت کرده بشه، روشنایی ادونای توی زندگیت کرده بشه، روشنایی مسیح توی زندگیت کرده بشه، روشنایی مسیح خداوند در زندگی تو بتابه به نام پرجلال عیسی مسیح، روشنایی خداوند مسیح عیسی بر زندگی تک تک شما سایه افکنه در نام پرجلال عیسی مسیح، روشنایی مسیح عیسی خداوند قلبت رو روشن کنه، روشنایی و امید خداوند زندگی تو پربار کنه، میوه های جدید بگیری در جایی که فکر کنی ناامیدی، روشنایی خداوند امید تازه رو در قلبت روشن کنه. باور کن، ایمان داشته باش، ما پیروزیم به خاطر عیسی مسیح، به خاطر کاری که او روی صلیب کرد، نه به قوت، نه به قدرت، به روح قدوس پدر که مسیح به ما میده. ما پیروزیم و ما محکومین پیروزی هستیم. بدی رو با بدی جواب ندید، بدی رو با محبت بپوشونید، بدی رو با محبت بپوشونید، بدی رو با محبت بپوشونید. هیچ وقت جواب بدی بدی نیست، همیشه جواب بدی با محبت پوشیدنه. عیسی مسیح گفت نیامدم داوری کنم، نیامدم داوری کنم، بلکه اومدم محکومین رو آزاد کنم. کسایی که در تاریکی ساکنن همش دنبال داوری هن و فرمهای داوری متفاوته، همش مرگه، به هر صورت مرگه، بالاخره یه نفر قربانی میشه و میمیره این وسط، فرق نمی کنه حتی اگه آزادم بشیم یه نفر این وسط میمیره. تمام فرمهای داوری مرگه و عیسی مسیح گفت برای همین من که داور اعظمم نیامدم داوری کنم، آمدم محکومین رو آزاد کنم، ببخشم. حاضری با بخشیدن از تاریکی به نور برگردی؟ این قدمه. حاضری با بخشیدن؟ مهم نیست در چه دردی، اگه توی درد نباشی چی رو میخوای ببخشی و چجوری میخوای بخشیدن رو یاد بگیری؟ اگر جزام نداشته باشی چجوری میخوای شفا بگیری و معجزه رو ببینی؟ اگر کور نباشی چجوری خدا بینات کنه و معجزه رو دریافت کنی؟ اگر بچه دار نشی چجوری خدا رحمت رو باز کنه؟ یادتون میاد در عهد قدیم و بچه های زیاد میره و وقتی که گفت من این بچه رو به خدا تقدیم میکنم، ساموئیل رو، و ساموئیل خداوند شد و اون مادر خیلی بچه رو آورد.
کثیرشین در نام عیسی مسیح، در نام پرجلال عیسی مسیح، در نام پرجلال عیسی مسیح، به همه اونایی که بعد بخوره میخوره، در نام قدوس عیسی مسیح کثیرشین و زیادشین به نام پرجلال عیسی مسیح، در نام قدوس خداوند. خداوند میگه برکتت میدم، برکتت میدم، برکتت میدم، برکتت میدم. برکت رو حاضری دریافت کنی؟ من امروز دعام اینه، کثیرشین در نور خداوند، کثیرشین در روح قدوس پدر، کثیرشین در امید حیات. زندگی شما به همین چیزا ختم نمیشه که ما در جس زندگی میکنیم. زندگی ما بالاتر از اینه. یه شهادت بدم قبل از که تموم کنم. من 3 بار مرگ رو تجربه کردم. 3 دفعه کامل مردم. اولین بار بچه بودم در ایران که تو کما بودم چندین ماه. دوبارم در سوئد. هیچی نیست. تاریکیه. من تو هیچ کدوم از تجربه هام نه تونل دیدم، نه بگم روشن. من ندیدم. نمیگم کسی ندیده. من ندیدم. ولی من خدا رو در اون تجربه مرگ ملاقات نکردم. من وقتی زنده بودم عیسی مسیح رو ملاقات کردم. چون عیسی مسیح خدای زنده هاست. میگه بذارید مرده ها مرده های خود رو ببرن. شما به دنبال من بیایید. من عیسی مسیح رو وقتی زنده بودم ملاقات کردم. به همین دلیله هر چی دنیا به هم فشار میاره، به هر شکلی داره منو فشار میده، من نمیتونم برگردم بخم. راهی وجود نداره. There is no turning back. هیچ راه برگشتی وجود نداره. من فرزند نور هستم. من فرزند نور هستم. تویی که از مرگ خدا آزادت کرد. من 3 بار مرگ رو تجربه کردم. هر 3 بار آرزوم این بود بمیرم. خیلی بد اینو میگم. باورتون نمیشه. نمیذاره. بهش گفتم چرا نذاشتی؟ به من نور رو نشون داد، امید رو نشون داد. فهمیدم با فرار حتی توسط مرگ هیچی حل نمیشه. هیچی حل نمیشه. با مردن هیچی حل نمیشه. زندگی ادامه داره. راهش اینه که بیستی و بجنگی. مرد و زن جنگ در مسیح هستی یا نه؟ مرد و دختر، پسر و دختر مسیح برای پیروزی و ساکن شدن در دیار نور هستی یا نه؟ اینو در درونت باید بگی و به خدا باید اعلام کنی. میستم تا نور کامل رو دریافت بکنم. این رو من تو تجربیاتم یاد گرفتم. این شهادت منه. تا آخر وایسادن پیروزیه. کاری نداره یه قدم بری یه قدم دنده عقب، یه قدم بری یه قدم دنده، کاری نداره. امروز ببخشی فردا لعنت کنی. مسیحا دیدین چجوری لعنت میکنن همدیگر رو؟ خدا برکتش بده. تو دلش داری میگه قیمقیمشی زیر تریلی بری، نمیدونم گاری از روی چرخ رد بشه، 2 چرخه از وسط پات بره، نمیدونم چاقو ساتور بخوره به کمره، این برکت بدهت این معنی رو میده. نه، از این برکت بده. خدا میگه کسایی رو که آزارت میدن نمیگه دعای برکت کن. میدونین چی میگه؟ محبتشون کنین. من خیلی با خودم کلنجار رفتم تا اینا رو یاد بگیرم. خدایا اون داره سیخ میکنه، تو میگی محبتش کن. بذار حداقل اون دور وایسم بگم برکت خداوند از پشت ستون تیراشم بهم نخوره، برکتت بدم. نه، برو بغلش کن، برو بغلش کن. خیلی کار سختیه. و خدا گفت میخوای ساکن شهر نور بشی؟ راهش اینه. همونی که سیخ کرده، همونی که غیبتت کرده، همونی که داوریت کرده، همونی که با سنگ تو رو سنگسار کرده، وقتی میاد جلوت تمامشو ببخش، در آغوش بکش، بگو عاشقت، دوستت دارم. خیلی کار سختیه. معلومه که سخته. اینجاست
که مرد مرد میشه، زن زن میشه. اینجاست که از مسیحیت، مسیحی بودن به ایماندار بودن، از ایماندار بودن به فرزندان و از فرزندان به دوستان و رفقای خداوند تبدیل میشیم. وادارن کاری نداره. دیگه 20 سال وایسادم کارام راه نیفتاد. دیگه وادارم میخوام برم آلمان. آلمانم همین هواس، همین آفتابه، همین دولت، همین فرقش چیه؟ تو از چی داری فرار میکنی؟ یه جا وایسا تا آخر بجنگ و دریافت کن. یه جا یاد بگیر بیستی تا آخر بجنگی تا خدا بهت بده. تو به خدا نگو هفته دیگه ندی من قهر میکنم میرم، من ایستادم تا دریافت کنم. اگه 12 سال مثل اون زنی که خونریزی داشت فرقی نمیکنه، 38 سال مثل مردی که مثل کلیسایی که بغل استخر دراز کشته بود بلد نبود دریافت کنه، فرقی نمیکنه. اونی که به ایسته تا به انتها پیروز میشه، اونی که به ایسته تا به انتها پیروز میشه. این تجربه ایه که من از تمام زندگیم خداوند یکی از تجربه هایی که یاد داد. رامین میخوای یه بار برای زندگی پیروز شی؟ تا آخر وایسا، به فکر این نباش که کجا چه بلایی سرت اومده. دارم بزرگت میکنم، دارم یادت میدم برای اینکه در سختی ها چجوری بیستی، چجوری روت بشه محکم بیستی، چجوری یاد بگیری ببخشی، چجوری یاد بگیری بفهمی اونایی که اشتباه میکنن و آزار میدن در تاریکی محسن، ببخششون چون نمیفهمن چی کار دارن میکنن. عیسی مسیح روی صلیب گفت، اینو داره یادمون میده و خیلی درد داره این دهن ما، چون درد میکشی، خنجر میخوری، دلتو میشکنم، قصت میدم، تنها میمونی. دقت کردی تمام کسایی که به خدا میخوان نزدیکشن خیلی تنها میشن؟ همه اونایی که به سمت خدا میرن در جامعه تنها هن، خیلی تنها میشن، همه ترکشون میکنن. خب چون در زندگی دنیاوی اونا باهاشون ساکن نیستیم و زندگی نمیکنیم. یک شنبه ها ما میایم، هفته پیش با اینکه من خودم نتونستم باشم به دلیل بیماری نتونستم باشم، ولی میایین شما خدا رو جلال میدین تو 30-35 درجه گرما، با اینکه میتونستیم میریم بیرون زیر آفتاب با اونایی دیگه، میایین اینجا جلال میدین، میایین اینجا شبگذاری میکنین. فرق داره، بها داره، همه تون دارین بها میدین. این نیست که یکی بیشتر، همه دارین به رنگ‌های مختلف بها میدین، همتون دارین بها میدین به شکل‌های مختلف. مال هیچ کی مسابقه بدبختی نیست که بخوایم مسابقه بذاریم بگیم من از همه بیشتر سختی کشیدم اون بدبخت. نه، همه بها میدین. حالا وقت پیروزیه، نه؟ حالا وقت پیروزیه، وقت دریافت پیروزیه در نام عیسی مسیح. امروز میخوایم یاد بگیریم لعنت رو توی زندگی نمیتونی در تاریکی برداری، نمیشه، غیر ممکنه. میدونی توی تاریکی هر چی 2-4 میکنی که این لعنت بره، هر کاری میکنی میبینی کوهش داره گنده تر میشه، هی داره قوی تر میشه. لعنت رو در روشنایی میشه برداشت. یه لحظه چراغای سالن میشه خاموش کنیم همه رو؟ همه رو کامل یک لحظه تا جایی که ممکنه. مرسی مرسی. تاریکیه، ما در این دنیا تو این تاریکیه زیست میکنیم، نه دوربین ما رو میگیره، نه ما هم دیگر خوب میبینیم، چشمامون ضعیف شده. ولی تاریکی یه چیزی رو به ما یاد میده، یا با تاریکی زندگی کنیم به هم خون بشیم، یا در تاریکی به دنبال نقطه ای از نور بگردیم. مگه نه؟ تاریکی به ما یاد میده چجوری دنبال نور بگردیم، و نور توی اون کلیدهای روبروه. الان میخوایم بگیم روشنایی بشود در نام عیسی مسیح، روشنایی بشود در نام عیسی مسیح توی زندگی تو، روشنایی بشه. چون تو تاریکی میتونی بفهمی امید دنیا پوچه و مرگه. توی تاریکی مطلق یاد میگیری چشماتو دنبال نور بدوزی. پس بودن تاریکی هم بد نیست، چون خدا میدونست چی خلق کرده.
و خدا میدونه چجوری کار میکنه و به خداوند اعتماد داریم. پس اگر در نقطه تاریکی هستی، امروز ما اعلام میکنیم در این پاییز فصل رسیدن روشنایی و ساکن شدن در شهر نور خداونده. امسال اعلام میکنیم ساکنین اورشلیم تازه، فرزندان نور خداوند، هممون قراره در نور ساکن بشیم به نام عیسی مسیح. امروز انتخاب میکنیم نور رو در زندگیمون که صلیب عیسی مسیحه که به خاطر نجات ما روی صلیب جان خودش رو داد، فقط اون دکمه ایمان رو بزنیم در زندگیمون، روشنایی بشود به نام عیسی مسیح توی زندگیت، روشنایی بشود به نام عیسی مسیح. این کلید روشنایی زندگیته. روشنایی بشود در نام عیسی مسیح خداوند بر تمام زندگیت، روشنایی بشود بر تمام ابعاد بدن تو، بر تمام دالون‌هات، بر تمام ستون‌های فکریت، بر تمام اونجایی که تاریکی تو رو به خشم، به انتقام، به داوری، به نبخشیدن، به قهر بودن، به جدا شدن میبرتت، هولت میده، در نام عیسی مسیح روشنایی بشود به نام پرجلال عیسی مسیح. محبت همه چیز رو به هم وصل میکنه، تو قادری با اختیار آزادی که خدا بهت داده، اگر اعتیاد امروز بگی من آزادم از هر اعتیادی، من آزادم از مشروبای الکلی، میتونم آزاد باشم، من آدم خرافاتی نیستم، ولی من حتی یه لیوان ویسکی هیچی اصلا 20 سال مشروب نخوردم، نه برای اینکه میرم جهنم یا نمیرم، من احتیاج ندارم اون منو شاد کنه، من شاد هستم به قدرت روح القدس، یاد گرفتم دعا کنم روح القدس بریزه شاد شم، نه پیکو بزنم بالا بگم به سلامتی و بعد بیهوش شم و بعد توی اسبور و توی خیابونا تمام آثارش رو میبینیم دیگه، چی به جا میذارن مستان. برای همین به نام عیسی مسیح مست روح القدس بشین، مست روح القدس بشین. خداوند به ما یاد داد در انتها که در نام عیسی مسیح میخوایم بریم به پرستش و دعا، غلاطیان 5 آیه 21 22 از 22 خداوند به ما اینجوری یاد میده نشانه های روح القدس چیه؟ خوشی، آرامش، امید در جانت. ای روح قدوس خداوند در این لحظه تو بر تمام این بدن فرو بیا، تو لمس کن امروز کلیسای خودت رو تا نشانه های امید تو، حیات تو و نشانه های روشنی رو تک تک بچه هات امروز لمس کنن. ای روح قدوس خداوند، هللویا 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 هللویا. ای روح قدوس پدر، ای روح قدوس پدر، تو رو دعوت میکنیم که لمس کنی هر کسی که میخواد ساکن نور بشه، وقتش رسیده. تو لمس کن تک تک بچه ها تو، تو دردهاشون رو میبینی. ما انسان ها دردهای بچه ها رو نمیشناسیم، تو دردهای بچه ها تو میبینی، تو تمام مشکلاتشون رو میدونی، تو قلبهای همه رو میدونی، قلب تمام بچه هات پر از امید و شادیه، همه بچه هات گرد اومدن نه به خاطر احتیاجی، نه برای خدمت کردن، همه تو رو دوست دارن و باور دارن و میخوان ساکنین شهر نور باشن. خیلی ها نتونستن امروز باشن ولی اونا هم عاشق تو هن خداوند. خیلی ها ایران هن، خیلی ها کشورهای دیگه هن و تو رو نمیشناسن، ولی چون تو اونا رو میشناسی قرار آرامش تو رو دریافت کنن. این وعده تو ای خداوند. ای روح قدوس پاکی، ای روح قدوس سلامت، ای روح قدوس آرامش، ای روح قدوس دارنده ثروت‌های آسمانی، امروز دعای ما اینه دستمون به گنج‌های آسمانی تو برسه. ایمان دارم ای خداوند وقتی ردای تو در ما قرار بگیره همه چیز درست میشه. پس دعای ما اینه نور تو به طور کامل تمام وجود تک تک ما رو بگیره خداوند، در درون تک تک ما روشنایی بشود.
همون جوری که تو روز اول فرمودی، تو خدای اول و آخر هستی و در ساعتهای آخر و در آخرهای زمان تاریکی روشنایی تو به طور کامل در تک تک ما کرده بشه، در تک تک اونایی که تو رو باور دارن و ایمان دارن به روشنایی کامل تو کرده بشه. ای خداوند کمکمون بکن که تا به انتها بایستیم و ببینیم، نه به قوت نه به قدرت، به روح قدوس پدر که تو اون رو به ما هدیه میدی. ما رو محکم نگهدار تا به انتها، تا پیروزی رو دریافت کنیم در نام تو، پیروزی واقعی رو، پیروزی حقیقی رو، روشنایی کامل رو، نه روشنایی رو که ما درست کردیم خداوند، بلکه اون روشنایی رو که تو از اول گفتی و عیسی مسیح کلید و در اصلیه برای رسیدن به اون روشنایی. ای خداوندم، ای عیسی مسیح، بر تک تک نیازمندهای خودت ظاهر شد در این لحظه، بر تمام اونایی که ماها و هفته ها و سال هاست دارن با عشق میکارن، امسال به ما میوه بده و درو کنه. خداوند سال هاست عشق ریختن بچه های تو، سال هاست به قوت روح قدوس تو وایستادن در سراسر جهان به نام تو. ای خداوند، در این پاییز برداشت کنه خداوند به هر شکلی که تو میدونی برای ما خوبه، برداشت کنه خداوند و میوه موسم پاییزی رو به ما بده. خداوند ای عیسی مسیح، میوه آزادی نور رو به همه ما بده. خداوند میوه موسم آزادی پاییز در این جشنی که در پیش رو داریم، جشن خرمن، جشن روشنایی، روشنایی توی خداوند. التماس ما اینه خداوند، نور کامل تو در تک تک اعضا روشن بشه و روشنایی کرده بشه. ای خداوندم، ما رو فروتن کن در محبت خودت، ما رو فروتن کن در عشق خودت. ای خداوندم، ما رو آزاد کن از تاریکی و در روشنایی خودت ساکن کن. تو دردهای بچهاتو میدونی و هیچ کدوم از این دردها بیهوده نیست. خیلی زندگی در جسم بعضی موقع سخته خداوندم، خیلی بعضی موقع سخته، نمیشه گفت همه چیز آسونه، اصلا اینطوری نیست. نیاز به آرامش تو داریم خداوند. صبر کردن رو به ما یاد بده، عشق رو به ما یاد بده، بخشیدن رو به ما یاد بده، برکت دادن رو به ما یاد بده، در آغوش کشیدن رو به ما یاد بده، به ما یاد بده که چطوری خودمون رو به کامل به تو بدیم. به ما یاد بده خداوند که در تو وفادار بمونیم، چون اگر به قوت تو نباشه ما نمیتونیم وفادار بمونیم. سخته خداوند وفادار بودن، مردم پر از دردن خداوندم، و فقط تویی کاهن اعظم، دکتر اعظم، داور اعظم، خدای قادر مطلق، پادشاه، شاه شاهان، خداوند، خدای خدایان، قادر مطلق، الهیم، ادونای، الشدای، خداوند ابراهیم و اسحاق و یعقوب، خداوند اسرائیل، خدایی که قوم خودش رو برگزید و همچنان تمام دنیا میخوان اونا رو از بین ببرن، نمیشه نقطه ای در نقشه جهانه، همه ی دنیا میخوان نابودش کنن، یه نقطه رو بگیرن متصرف کنن، نمیشه اسرائیل رو محو کرد. مال خداست و امروز ما اعلام میکنیم ما نیز متعلق به خدا هستیم. نمیشه ما رو محو کرد، نمیتونن تو رو محوت کنن، نمیتونن محوت کنن. تو از بین نمیری، قرار نیست از بین بری. خداوند ما رو قرار بکسونه، نه به قوت نه به قدرت، به روح قدوس خداوند پیروزیم. میخوایم با هم بایستیم در انتها،
میتونیم آیه ها رو داشته باشیم. عمو خسرو گل، باور داری میتونی پیروز بشی؟ خواهرم آنا امروز شهادت داد، شهادتش این نبود که ما اقامت گرفتیم، شهادتش این بود که هیچکی نمیتونه هیچ کاری با ما بکنه. آمین. چون فرزندان نوریم. آمین. پس اون چیزی رو که دنیا میگه پیروزی، شما شهادت ندادی. اون چیزی رو که خدا بهت یاد داد پیروزی، تو آزادی. آمین. چون فرزند نور هستی. مهم نیست دنیا چه نامی روت میذاره، خدا گفته تو برده نیستی، خدا گفته تو آزادی. امروز میخواییم با تمام وجود اعلام کنیم برده نیستیم و آزادیم. با باور میخواییم اعلام بکنیم، با ایمان، و میخواییم با خدا ساکن باشیم، با خدا راه بریم و اعلام کنیم. غیر ممکن، غیر ممکن، ولی غیر ممکن شدنی بود برای خدا. من میدونم معجزه بود، من میدونم معجزه بود، چون من بلدم این قانونا رو. این معجزه بود. فرزندان نور معجزه رو قرار ببینن. فرزندان نور قرار معجزه رو ببینن. فرزندان نور قرار ببینن. تو دیدی؟ تاریکی پاک شد. شهادت هم میگیریم به زودی. تاریکی پاک شد. شیدا دختر من هفته دیگه شاید. تاریکی پاک شد. در نام عیسی مسیح. در نام عیسی مسیح. در نام عیسی مسیح. حاضریم با تمام جانم و شهادت بدیم. این قرار شهادت باشه. ما قرار نیست از رو بخونیم آیه باشه. قرار شهادت بدیم پیروزی نور رو بر تاریکی زندگیمون. آمین. آمین. در نام مسیح خداوند اعلام میکنم که میدانم همه چیز برای خیریت من در کار است، چون فرزند او هستم. آمین. در نام مسیح خداوند اعلام میکنم که هر اسلحه‌ای که به ضد من ساخته شود پیش نخواهد برد، چون عدالت من از جانب پدر است. آمین. در نام مسیح خداوند اعلام میکنم که به زخم‌های عیسی شفا یافته هستم. آمین. در نام مسیح خداوند اعلام میکنم حتی اگر 1000 دشمن از سمت راست و 10000 دشمن از سمت چپ مرا تعقیب کند، پیروزی از آن من خواهد شد. آمین. در نام مسیح خداوند اعلام میکنم چون او آرامی من است، استرابی ندارم. آمین. در نام مسیح خداوند اعلام میکنم خوانده شدم تا سر باشم نه دون، بلند باشم نه پس، قرض دهنده باشم نه قرض گیرنده. آمین. در نام مسیح خداوند اعلام میکنم هیچ محکومیتی بر من نیست، چون روح حیات مسیح مرا از شریعت گناه و مرگ آزاد کرده است. آمین. در نام مسیح خداوند اعلام میکنم قوت هر چیز را دارم در مسیح که مرا تقویت ببخشد، نه به قوت، نه به قدرت، بلکه به روح قدوس او قادرم. آمین. هللویا، هللویا، هللویا. شکر و جلال بر نام عیسی مسیح، شکر و جلال بر نام قدوس عیسی مسیح. یک یک کلام امروز یک یک بود، از پیدایش یک یک و یک دو و یک سه. کلام امروز از انجیل یوحنا 3:16 بود. پیشنهاد میکنم هر کی با قلبش کار میکنه 3:16 بکاره. میتونه 3:16 اوره باشه، میتونه 30 نمیدونم 16 اوره باشه. من نمیخوام رقم بالا بگم واسه اینکه کسی مادی بهش فکر کنه. 3 قرون، 30 قرون و 16 اوره. بکارین دانه رو، بکارین، ولی عدد رو تغییر ندین. یا 3:16 یا 3:16
عدد رو تغییر ندین، چون مسئله پول نیست، مسئله اینه که در جسم میخواییم یه چیزی بکاریم، رقمی نیست، هیچ ارزش مادی دنیوی نداره، ولی اینو وقتی میکاری باور میکنی و تاریکی رو در جسم زیر پات له میکنی. پس رقم رو تغییر ندین، 40 کرون نکنین، 30-16، چون دنبال پول نیستیم، دنبال قربانی کردنیم و این قربانی قراره زندگی ما رو واقعا نشون بدیم میخواد تغییر بده. دنبال پول جمع کردن نیستیم، کاشتن. در نام پرجلال عیسی مسیح پرستش میکنیم در نام او.